که این برنامه خب به عمل گذاشته میشه، این برنامه در ظرف 3 هفته بعد به عمل گذاشته میشه دیگه. اول سعی میکنن سنجابی رو بیارن، حاضر نمیشه، سعی میکنن صدیقی رو بیارن، بلایی که بر سر صدیقی آوردن بذاریم، سعی میکنن بختیار رو بیارن، بختیار بالاخره یک کابینه تشکیل میده، ولی کابینه که تشکیل میده هرگز توان این که در مقابل این موج بتونه وایسه نداشت. و البته تفاوت مهم هم بین صدیقی و بختیار سر قضیه شاه بود دیگه. صدیقی به نظر من متوجه بود که اگر شاه بره از مملکت، حفظ وفاداری ارتش براش دشوار خواهد بود و بدون ارتش جلوی این موج رو نمیشه گرفت. ولی این سند به نظر من نشون میده که سیاست آمریکا در این زمان دقیقا همین بود. دوباره یه سند دیگری، این سند مال وزارت امور خارجه انگلستان، گزارش آقای پارسونز در اول نوامبر 78، میگه که امروز شاه سالیوان و من رو به طور اضطراری به کاخ دعوت کرد. یک حالت درامی به این قضیه میخواست بده، به خصوص که این حالت درام تشدید شد در اینکه من 20 دقیقه دیر رسیدم به این ماجرا. میگه شاه گفت که انتظام رو متقاعد کرده که یک دولت ائتلافی با جبهه ملی، با پانیرانیست ها و برخی از تکنوکرات های بی‌طرف ایجاد بکنه. انتظام تأکید کرده بود که هیچ نوع کشتاری نخواهد شد، که شاه هم با رغبت readily agreed. شاه در این حال این مسئله رو با شریف امامی هم مطرح کرده و شریف امامی گفته بوده که موافق هست که هر چیز زودتر این کار انجام بشه. در این حال شاه از طرف یکی از سران جبهه، نمیگه کی، پیامی دریافت کرد که سنجابی هنوز که در پاریسه، خمینی رو متقاعد کرده که حملاتش علیه رژیم رو متوقف بکنه تا زمانی که یک رفراندوم در مورد آینده ایران صورت بگیره. در این حال نیروهای میان روی جبهه ملی هر روز بیشتر متوجه خطیر بودن اوضاع میشن. شاه پیغام داده به سران جبهه که از اونها میخواد هر چه زودتر به شرکت در یک دولت ائتلافی با انتظام تندر بده. میدونیم که انتظام موفق نشد، آقای سنجابی آقای خمینی رو متقاعد نکرد که منتظر رفراندوم بشه. حملاتش رو نه تنها آقای خمینی دوچندان کرد، بلکه آقای سنجابی رو هم ناچار کرد که اون اعلامیه کذایی استماده خودش رو امضا بکنه و اول زیرا به دکتر صدیقی رو زدن و بعد زیرا به شاپور بختیار. در مورد دکتر صدیقی هم نکات بسیار بسیار جالبی هست که من هم از طریق این اسناد بهش دسترسی پیدا کردم، هم از طریق برخی از دوستانی که لطف کردن یادداشت‌های خودشون رو یا اسناد اون دوران رو برای من فرستادن، از اونچه که در دیدارهایی که بین دکتر صدیقی و شاه صورت گرفته که خیلی از اونها دقیقا تایید کننده همین اسناد اخیره. مثلا این بخشی از یک از این اسنادی است که برای من فرستادن از داخل. این سند بر اساس یادداشت‌های خود دکتر صدیقی است. دکتر صدیقی با در نظر گرفتن شرایط مملکت و تأکید آقایان که شاه مایل به قبول این شرایط است، قبول کرد که با شاه مذاکره بنشیند با 2 شرط اولی. ملاقات باید در حضور چند نفر باشد که هم شاهد مذاکرات باشم و هم که 5 سال شاه به حالت شرمندگی نیفتد، چون در زمانی که او در موقعیت ضعف قرار دارد این شرط مردانگی و حریت نیست. علاوه بر این باید به او روحیه داد. دکتر صدیقی می گفت ادبی که نسبت شاه در این ملاقات ها کردم در زمان وزارت هم نکرده بودم. سعیم تماما در تقویت روحیه او بود. شرط دیگر این که در ملاقات اول پیشنهاد نخست وزیری نشود تا آزادانه صحبت
این ملاقات اول در بعد ظهر پنجشنبه 16 آذر ماه با حضور آقایان دکتر امینی، عبدالله انتظام و محمد علی وارسته انجام شد. پس از بررسی اوضاع، شاه در اولین جمله تمایل خود را برای روی کار آمدن دولتی غیر نظامی و ملی و پس از آن مسافرت به خارج اظهار کرد. از اولین جملات دکتر صدیقی مخالفت با تأکید با سفر شاه به خارج بود، البته با نگاه شگفت زده شاه همراه شد. شاه در مورد حمایت مکرر کارتر صحبت کرد و اینکه در مورد انگلیسی ها اطمینان نیست. دکتر صدیقی با تفصیلی از تاریخ و فرهنگ ایران گفت حمایت مکرر کارتر گذشته از جنبه خفت‌آور از نظر سیاسی ضررهای آشکار دارد و بهانه به دست مخالفان می‌دهد. کار کارتر اگر با تعمد نباشد کار دوست نادان است. این صحبت‌ها با نگاه دوباره تعجب‌آمیز شاه همراه شد که پس دکتر صدیقی در نهایت ادب شرحی درباره آنچه در 25 سال از خدمات و کارهای مفید و نیز کارهای غلط انجام شد و مسئولیت همه به گردن شاه افتاد و آنچه در مورد مصدق در مورد سلطنت بود بیان کرد، این که اگر رعایت قانون اساسی در نظر است چنان که اعلیحضرت می‌فرمایند و در سخنرانی هم اشاره کردند، ناظر بی‌غرض از خود می‌پرسد چرا به آن چه موجب سامانه است و دکتر مصدق هم آن را می‌خواست عنایت نشد. موضوع مهم و حساس در آن روزها تظاهرات برنامه‌ریزی شده تاسوعا و عاشورا بود. دکتر صدیقی به شاه توصیه کرد که اگر در آن روزها خون شود دیگر جایی برای تشکیل دولت ملی نخواهد بود و همین که بعضی عناصر افراطی مایل به زد خورد و خونریزی هستند. اینجا این نکته رو داشته باشید که من از دو نفر دیگری که در کابینه شریف امامی وزیر بودند و در کابینه اطهاری شنیدم که چه بحث‌های مفصلی شد بین اونها که در روز تاسوع عاشورا کسی رو نکشید، که اگر در روز تاسوع عاشورا کسی کشته بشه واویلاست. دیدیم که جمهوری اسلامی در روز تاسوع عاشورا دقیقاً دست به کشتار زد و متاسفانه هنوز تاون این خونریزیش رو پس نداده. شاه سوال کرد و چه کنید؟ دکتر صدیقی پیشنهادات خود رو بیان کرد و سوالات از شاه و جواب‌ها از صدیقی به صورت یک به یک ادامه یافت که به چه صورت باید از مراکز حساس محافظه کرد، مواظب بود از درگیری که باعث خونریزی و حتی خطر پیوستن سربازان مذهبی به تظاهر کنندگان می‌تواند باشد جلوگیری کرد. پس از شنیدن پیشنهادات صدیقی شاه تأملی کرد، تلفن را برداشت و دستور احضار سیمسار اوکیسی فرماندار نظامی را داد. پس از صحبت های دیگر در موقع خروج از ساختمان، سیمسار اویسی که تازه رسیده بود به آقایان ادای احترام کرد و به داخل رفت. پس از آن جلسه دکتر امینی و آقای انتظام گفته بودند آنچه ما سالها میخواستیم به شاه بگوییم و نمیتوانستیم، دکتر صدیقی گفت. در حضور شاه یکی از آقایان که اشک در چشمانش بود گفت صحبت های از صدیقی من را منقلب کرد. ضمن این جلسه پیش قسمت قرص و لیوان آب آورد و شاه قرص را خورد. شاه به ملت نگفت که مریضه. اگر به صدیقی و به این جلسه میگفت که من قرص دارم میخورم، بگه من باید مرتب قرص بخورم، نمیگه چرا. تمام سعیشون رو میکنن که مسئله سرطان شاه رو از مردم ایران پنهان نگه دارن. حتی میدونیم دیگه از خاطرات آدم های مختلف، زمیشه در خاطرات ملکه هست، در نوشته های دیگران هست، در کتاب آقای شوکراس هست. اینها حتی مسئله سرطان شاه را از برخی از طبیبای شاه پنهان می‌کردن حتی بعد از خروج از ایران. اگر این رو در مثلا نوامبر با مردم مطرح می‌کردن آیا تفاوتی در تحولات می‌گذاشت؟ من نمی‌دونم. به هر حال من جزئیات کامل این جلسات بعدی رو هم که با دکتر صدیقی انجام میشه و بعد آمدن دکتر بختیار در اختیار دارم که بله میتونم این رو فقط اجمال و به اشاره بهتون بگم که اینها مبتنی بر اسناد
خود دکتر صدیقی هست. بله مطمئنم. بله. شب شما و شنوندگان عزیز خیلی ممنون ازتون آقای دکتر.